سلام دوستان، سومین جلسه رو شروع می کنم. جلسه اول با استفاده از زغال من کار سایه ها رو انجام دادم. جلسه دوم همون کار رو با مداد انجام دادم و این جلسه میخوام با استفاده ترکیبی از زغال، مداد و پودر زغال و پودر دوده. پودر دوده که از پودر زغال تیره تره، عکسش هم توی پیج گذاشتم و الان طریقه استفاده شو بهتون آموزش میدم که چه کار باید بکنه. در ابتدا از چون میخوام این کار ترکیبی انجام بدیم، از همون مداد H4 یا H4 استفاده میکنیم برای زیر کار که زیربنای مقوامونو اون درزا و پرزا رو پوشش بدیم. مداد H3 هم میتونید استفاده کنید. من یه خورده مدادمو خوابوندم که بتونم پوشش سریعتر و بهتری بدم به کار. یواش یواش یاد میگیرید که با تمرین زیاد که چجوری از مدادها کجا و که چه شکلی استفاده بکنه. اینجا نیاز به ظرافت خیلی زیاد نیست، چون زیر کار فقط داریم زیربنا رو آماده میکنیم. البته دقت میخواد، نباید خطای درشت بندازه یا خط بندازه ها، فقط باید سایه به این شکل سایه بزنیم. سری اول من به شکل 45 درجه زدم، با زاویه 45 درجه الان به این شکل دارم میزنم. این یک روش بسیار سریع، بسیار ساده، حرفه‌ای، کاملا حرفه‌ای و خب از پنبه استفاده میکنه، چون قرار ترکیبی کار کنیم دیگه. میتونیم از دستمال استفاده کنیم، از پنبه استفاده کنیم، از هرچی که دوست داریم. مرحله اول، مرحله دوم، از یه مداد تیره تر استفاده میکنیم، مداد H. از وسط شروع میکنم. دوستان خواهش میکنم شما اینقدر تند کار نکنید، خیلی با دقت با ظرافت کار کنید. من فقط صرفا جهت آموزش هست که دارم این کار رو سریع انجام میدم. من خودم کاری که بخوام انجام بدم خیلی آهسته و با دقت انجام میدم، منتها به خاطری که حجم ویدیوها خیلی زیاد میشه و دانلودش خیلی سخته و حتی بعدن که بخواد شما این ویدیوها رو ببینید دانلودش سخت میشه براتون، باید حجمی زیاد باشه، سعی میکنم از حجم کم استفاده کنم که شما هم راحت بتونید ویدیوها رو ببینید با این اینترنت هایی که الان موجوده. از ایناش گرونه، تو ایران رو میگم، ولی اینجا نمیدونم، اینجا زیاد گرون. خب باز از پنبه استفاده میکنم، از دستمال هم میتونید استفاده کنید، فرق میکنه. ببینید این از دستمال، مهم اینه که به این صورت یعنی با این روش میتونید همه چی رو سایه بزنید، چهره، اجسام، هر چی که دلتون بخواد تو با این روش میتونید سایه بزنید، منتها با ظرافت و با دقت، نه اینکه. خب حالا میریم از من از مدیوم استفاده کردم، از زغال لایت. ببینم لایت، آره از لایت استفاده کردم برای که خب باز دوباره الله از
زغال تیره تر استفاده میکنم، دارک. شاید سوال پیش بیاد چرا همون اول از دوده استفاده نمی کنید. دلیلش رو بهتون میگم. دلیلش اینه که استفاده از دوده بسیار حساسه و اگر مستقیما دوده رو روی کاغذتون بذارید، چون تجربه فعلا ندارید، خیلی سخت میتونید کنترلش کنید و سریع لکه ایجاد میکنه. ولی با این زیربنایی که دارم به شما آموزش میدم که یاد بگیرید چه شکلی زیربنای کارتون رو درست کنید، بعد دیگه استفاده از دوده روی کاغذ برای هر هنرجوی آسون میشه، چون دیگه اون دقت اولیه رو نیاز نیست داشته باشید. یه خورده از مداد F استفاده میکنم برای اینجا. از مداد به 8 ببینم چنده. آره به 8 استفاده میکنم برای این قسمت. ببینید این جنس مدادا لیرا که توی قسمت بجه ابزارها معرفی کردم، این حسن داره که خیلی راحت با زغال، با دوده، با همه چی ترکیب میشه. خیلی مداد خوبیه برای این کار، خیلی مداد ایدئال خوبیه. مدادای دیگه مثل فابرکاستر اونا هم خوبن برای طراحی اینا، منتها برای این کار وقتی که ترکیبش میکنید با دوده یا با زغال، اون گرافیتاشون خیلی براقه و اون براقیت خودشون رو نشون میدن، ولی این نشون نمیده اصلا. این خیلی عالیه، برای همین اینو معرفی کردم. از استادلر هم میتونید استفاده کنید اگر این دم دستتون نبود، چون استادلر هم مداد خیلی خوبیه، خیلی خوبیه برای سایز دادن، برای کار طراحی فوق‌العاده است. استادلر آبی که میگم، کلا مارک استادلر مارک خیلی برند خوبیه. خب تا اینجای کار که این شده، این چقدر سریع. حالا میخوایم از دوده استفاده کنیم، چیکار بکنیم؟ یک کم دوده برمیداریم میزنیم داخل قلم، بعد حالا بهتون بعد ترکیباتشون میگم، یه مقداری باید روی کاغذ بمالیم که اضافات دوده در بیا، بعد این قسمت رو به این صورت چرخشی تیرم. ببینید دوده چقدر سیاهه، خیلی راحت. دوستان قلموی که من استفاده میکنم اسمش هست آرت مدیا شماره 950، که جنس موهاشم سفید رنگه، خیلی نرم نیست، سفت هم نیست، یه چیزی بین نرمی و سفتیه. قلموی خیلی خوبیه. یه قلموی توی ایران هست که دوستان استفاده میکنن به نام پارس آرت شماره 1111، اونم قلموی خیلی خوبیه، منتها نیازی نیست که برید سری کاملشو بخرید. من الان این شماره 2 و 1شو خریدم به اضافه شماره مثلا 4 یا 5. خب همه رو نیاز نیست بخرید. خب این از پودر زغال. به این قسمت رو کامل تیره میکنم 100% دیگه، ما باید حدود حداقل 5 ساند از این کار رو 100% تیره کنم. به این صورت تیره میکنم، صورت چرخشی این تیرگی ها رو میتونید خیلی خوب پوشش بدید. این قسمت کاغذ رو تیره بکنم به این صورت، آروم اگر بخوام نشون بدم. اینه اسلو میشه وقتی آروم کار کنید، ببینید اینجور ملایم پوشش میده. چرخشی اونتا من این کار چون سریع انجام میدم زیاد مشخص نیست.
قسمت هایی که تیره هست و باز خیلی باید بیشتر تیره بکنی. ببینید این از زغال تیرگیش خیلی بیشتر. الان ببینید من زغال امتحان میکنم، زغال الان در مرحله اول تیره هست درسته؟ ولی زغال رو اگر که یه پنبه روش بکشید، ببینید یه پنبه روش بکشید زود اون تیرگیاش از بین میره، کامل نمیمونه خب؟ ولی این اگر روش بکشید اصلا نمیره، تازه جذب میشه خب؟ فرق زغال و پودر زغال کلا با پودر دوده اینه. حالا من اینو با هم ترکیب میکنم چون این کارمون کلا ترکیبیه. خب باز از دوده استفاده میکنم برای این قسمت، هم چرخشی، حالت چرخشی، چون دارم به سمت از راست به سمت چپ یا به سمت روشنایی جور ترکیب میکنم که اون زغاله هم باش ترکیب بشه. خب این تا اینجا. حالا برای قسمت روشن‌تر از مداد B8 استفاده کنم. برای این قسمت مداد هم ترکیب کنم با این زغاله. بعد مداد F. دوستان نقاشی کردن هیچ محدودیتی نداره، حتما بایستی این شکلی فقط از این مداد استفاده بشه. از هر ابزاری که دوست دارید میتونید اثرتون رو خلق کنید. اصلا هنر محدودیت نداره. این که میگن نه اشتباه هست از چند تا ابزار یک جا استفاده کردن، نه. حالا اگه یکی دوست داره از فقط از مداد استفاده کنه اون ایرادی نداره جای خود، ولی میتونید ترکیبی استفاده کنید. من الان اینجا به جای دستمون از دستم استفاده میکنم، از انگشت دستم، از سفیدی شروع میکنم میام به سمت. چه محدودیتی داره وقتی میشه این کار خوب انجام داد؟ ببینید منطقه باید رعایت کنه دیگه. وقتی دستتون تو تیرگی هست دیگه نرید سمت روشنایی که خراب بشه کار، دیگه برید به سمت تیرگی. اینجوری خیلی راحت قشنگ پوشش میده، ایرادی نداره که از هر وسیله دوست دارید استفاده کنید، آزادید. تو این آموزش ها همه چی آزاده. ما میخواییم هنر رو آموزش بدیم، میخواییم روش رمز و راز سیاه قلم رو آموزش بدیم به دوستانی که علاقمند هستن و کار سخت میگیرن. و یه مژده میخوام به اون دوست از اون عزیزانی بدم که از من خواستن و گفتن که سوال کردن که الان ما این همه ابزار رو نداریم تهیه بکنیم، سخت برامون باشه. من میخوام یه نوید خوبی بهتون بدم دیگه، بهونه دستتون نیاد. خب فقط با یه دونه مداد B6، اونم مداد فابر کاستل، نه مداد لیرا، نه مداد استادلر. خب با یه دونه مداد فابر کاستل همون سبز رنگ که تو تمام لوازم و تحریرا و کتابفروشی‌های محله هم پیدا میشه، خوبه؟ روی مقواه معمولی خوبه؟ من میخوام با یه دونه مداد فابر کاستل شماره 6 و یک مقوا و دستمال و پنبه و انگشت انگشتم باید جز ابزارا بذارید. خب این انگشت خیلی کارا ازش برمیاد، ما نمیدونیم، یعنی خیلی از هنرمندا میترسن این کارو بکنن. اگه دستتون چرب نباشه این انگشت از هر محکمی کار اومدی کارایش بیشتره. خب پس از این به بعد انگشتم جز وسایلمون حساب کنیم. خب ببین چقدر خوب شد. حالا باز از این دوده استفاده میکنم، اینجا رو تیره تر میکنم، یه خورده میام جلوتر. حالا از این سمت با این انگشت از این سمت میام به سمت روشنایی. خب این دفعه برعکس، چون دیگه دستم کثیف، اگه برام روشنایی خراب میشه کار. اینا رو دقت کنه. خب حالا یک کمی زغال برمیداریم بذاریم اینجا.
اینجا ها بیشتر اون قسمت ها فشار دست کم تر دقت کنید، فشار دست مثلا اینجا فقط لمس میکنه. خب حالا اینجا به صورت چرخشی این زغال ها رو با این ترکیب میکنیم، ببینید چه میکنه زغال. این دیگه ساده ترین روش سایه زدنه. قسمت روشنایی مداد به هشت رو میارم یکم اینجا رو به هشت مالی میکنیم و دوستان من میخوام این جلسات از اون جنبه خشک آموزشای رسمی بیاد بیرون، باید ما یه خانواده باشیم. دوستان عزیز، همینجور که توی ویدیو قبل داشتم اشاره میکردم، من دوست دارم این جلسات از اون حالت خشکی آموزش های خیلی رسمی بیاد بیرون. ما میخوایم مثل یک خانواده، مثل یک دوست تجربیاتمون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. حالا من اون چیزی که در این خصوص بلدم در اختیارتو میذارم و ازتون خواهش میکنم اگر این ویدیوها و این آموزش ها رو میپسندید و دوست دارید، هدیه بدید به دوستاتون، معرفی کنید این پیج رو به کسایی که علاقمند به یادگیری هستن و از کلاس محرومن، با این هزینه گران نمیتونن توی کلاس های آموزشی خیلی گران قیمت شرکت بکنن. این کانال رو هدیه بدید و معرفی کنید به دوستانی که تشنه یادگیری هنر هستن و از امکانات محرومن. این بزرگترین لطفیه که شما میتونید به هر انسانی بکنید. حالا نمیگم هموطن، فرق نمیکنه، ما همه با هم یکی هستیم، برابر هستیم. هر کسی که علاقمنده با هر نژادی، این ویدیوها رو بهش هدیه بدید، معرفی کنید که بتونن از این آموزش ها بهره ببرن. من هیچ سودی از این ویدیوها نمیبرم، فقط دوست دارم که اینا رو با شما به اشتراک بذارم. سود مالی برای من نداره این ویدیوها، ولی مطمئنم که برکت خداوند شامل حال من خواهد شد، چرا که من آنچه که بلدم رو دارم در اختیار علاقمندان و کسایی که علاقه دارن قرار میدم. یه تکنیکی خوب میخوام بهتون یاد بدم. این انگشت رو ببینید، الان رفتم شستمش. خب این انگشت رو میزنم داخل این پودره، این شکلیه. نترسیم، ببین این شکلی. بعد میخوام اینجا بذارم، اصلا از این کار نترسی، جایی که تیره هست اصلا نترسی، ولی جای روشن نذارید. خب حالا این انگشته یه جاهایی یک کارهای انجام میده توی نقاشی چهره که بعدها در جلسات آینده با امید خدا بهش میپردازیم. میگم از این انگشت چه کاری میتونید، چه استفاده هایی ببرید. خب حالا این یه روش. یه روش دیگه هم اینه که این پنبه‌ای که الان حالا تمیزه، خب اینو من میذارمش داخل پودر، پودر دوده، نه پودر زغال، پودر دوده گفتیم تیره‌تر، خیلی هم تو بازار ارزونه، یه شیشش خیلی ارزونه چون این دوده هست. خب همین دوده های اگزوز ماشین مثلا، یا دوده شمع، این از اون دوده هست. اینو میذارم اینجا تیره میکنم، بعد میذارم اینجا به این صورت میچرخونم به جای قلمو. ببینید چه کار خوبی میشه، خیلی یک دست قشنگ. البته بعد از که اون مراحل اولیه رو انجام دادی رو نه که بیاد. البته استفاده از دوده یک روش خاصی داره که تنها فقط از دوده آموزش رو بهتون میدم. چرا من رو این خیلی تاکید میکنم، رو این تکنیک، رو مبحث تونالیته و رو مبحث سایه روشن چرا تاکید میکنم؟ دوستان عزیز، 50% تکنیک سیاه قلم توی همین درس نهفته است، متوجهید؟ این کره و تخم مرغ.
شما قول میدم این تکنیکو با ابزارهای مختلف، مداد، زغال، دوده، پنبه، دستمال، انگشت، با این یاد بگیرید. اینو اگر یاد گرفتید قولتون میدم 50% آموزشه، حداقل سیاه قلمو شما یاد گرفتید. اینو قول میدم بهتون، برای همین تاکید دارم روی این. از این ساده نگذرید، اینو یاد بگیرید تمام کارا حله. خب این دوربینه هم جلوی چشمی منم از این جلو نمیبینه. دیدید از تیرگی اومدم و روشنی اصلا نمیترسم، چون یک دست و بدون فشار. اینجا فشار میدم، ببین اینجا فشار میدم، اینجا های فشار کم میشه کم میشه کم میشه، فقط کاغذ لمس میکنم. اون آخرا دیگه باید خیلی احتیاط کنی. ببین اگر زیر بنامون درست نباشه این کار نمیتونید انجام بدید. تمام این تأثیرات به خاطر زیر بنای اولیه. ببینید این سفیدی با این سفیدی فرق میکنه، بعد اینکه چسب رو برداشتن متوجه میشه این خاکستریه، خاکستری شماره دو، روشن و روشنه، به نزدیک به سفیده، ولی سفید نیست. خب این جلسه هم به امید خدا تموم شد. جلسه بعدی رو حتما ببینید، میخوام با یه مداد بهشی شیکار رو انجام بدم برای دوستانه که الان امکانات ندارن. ببین اصلا میتونن این کار رو انجام بدن. خوبه؟ امیدوارم که این جلسه رو بتونید ازش خوب استفاده ببرید، از این جلسه لذت برده باشید، از این آموزش. و خواهش من اینه که این آموزش ها و این ویدیوها رو به دوستاتون و به همه معرفی کنید و هدیه کنید، تا اونا هم بتونن از این آموزش ها استفاده و بهره ببرن. تا جلسه بعدی، بدرود. وای داشت یادم میرفت، میخوام این چسبا رو بردارم که ببینید اصلا کار چی در اومد. خیلی مهمه، قسمت هیجان انگیز و لذت بخش کار اینه که اصلا من فراموش کردم، از بس ذوق زده و هیجان زده بودم این جلسه. ببینید چه شد. واو اینم چسب قسمت بالا. و این چسب یه دیگه شاید به چسب مونم که بتونیم اینو نگه داریم. و این چسب آخری. به این قسمت خاکستری و سفیدی توجه کنید، تضادش رو ببینید. ببینید چه خاکستری زیبای اینجا ساخته شد با مداد رومبیت. یه بار دیگه درستش میکنیم، اصلا مشکلی نیست. خب ببینید این خاکستری، این در واقع سفیده توی کنتراست همون، ولی یک نوع خاکستریه. این یک نوع خاکستریه، با این سفیده متفاوته، خیلی کمرنگه. با مداد B4 H4 من این کار رو انجام دادم. اینم که با دوده هست، پودر زغال. تا جلسه بعد، بدرود.